برو تو دخترم، برو قشنگ. عزیزم کفشای بابا رو بذار. دست درد نکنه دختر بابا. بذار اینجا، بذار اینجا ارسک. ممنونم. من که نمیتونم دوتاشو بپوشم که یکیشو بردم. فاطمه، حسابی از خونه زندگی آوارت کردم. شرمنده. چه حرفیه میزنی؟ تو سلامت باش، همه جا خونه منه. بابا، زیر کشه مامان این هارت پیدا شد. آخرم طاقت نیاوردی بچه. راست میگی؟ الان یادم اومد فاطمه. آره من اونجا گذاشته بودمش. خدای شکرت، خدای شکرت. چی میخوایی تا نصف شبی؟ کشیگه شب کیه؟ کجا؟ کارت چیه؟ من نماینده دادستانم. یه سوال دیگه بپرسی گردن تو خورد میکنم. مالی ته؟ جن دیدی مگه؟ انسانه، فقط نفس نمیکشه. از اونی به ترس که نفس میکشه. ایشون نماینده دادستانه. بیستقل میکرده. من اومدم دنبال جنازه اون خانومه که تو جنگل پیدا شده. مطمئن این نیست. یه جلو، یه جلو نگاه کن. بیا بیا. کارت شناساییشو دیدی؟ نه. پس اینجا چی کار میکنه؟ گردن کلفتی کرده. غلط کرده، گردن کلفتی کرده. اینجا چند ماه خدمتی؟ دو ماه هشت روز مونده هم. من کارو تو ردیف میکنم. خب زنگ بزن به دکتر ترمزی، ازش بپرس دختره کجاست. ها. من اجازه ندارم زنگ بزنم. مرد مسئول کل پزشکخانه شهر، مسئول حراست نیست که. من زیر نظر بیسه جیبه. بیا بریم، بگو ببینم. بردنش تهران. آه. همون دختره که تو جنگل پیداش کردم. آره آره آره. بردنش تهران. خب به کی تحویلش دادن؟ خانواده‌اش دیگه. ببینم پسر خالشم. خب دقیقا بگو تحویل کی دادنش. اون نماینده دادستانی، پسرخاله مقتولی، سیبیل چرب کنی، کی تو؟ بیا برو بابا باس ما در سر درست نکن. بیا برو، این هم پوله، این انام نیست رشوه. میخوای به مسئول دشتی بگم بیاد با حرف بزنه؟ کی بردش؟ همین دو ساعت پیش با آمبولانس اینجا بردنش. آمبولانس یکی بود، فامیلش چیه؟ پیرنیا. ها؟ پیرنیا؟ زنگ بزن بهش. موبایل تو در رو زنگ بزن بهش. بودو باش. بودو بودو. بیسته قلب دارم میرم دفتر گزارش رو بنویسم. حرف بزنه مخدو میتره کنم. لارشو لار. گوشی گوشی. با دکتر ترمزی صحبت کردم. بله. گفت همکاری کنید با ایشون. بله چشم. بله. سلام. سلام آقای پیرنیا. بله. خورشید دهپاینی آوردی؟ بله.
در باز کنید لطفا. چشم. برو بی خودشه. خواهرت بود؟ خودشه. در رو ببندید، جنازه رو ببندید، اون بر تحویل بگیرش. دختر شوهر ننه خورشید طهوری چشم دیدن باباش نداشت، آدم مشتی بود ولی شوهر ننه بود دیگه. از آقا عبدالو پرسیدم، گفت پرش داده سمت خوشبختی. مطمئنی نفرستادنش پیش یکی به اسم متین سلطانخواه؟ اگر نفرستادن به من نگفتن. دیر به دیر میرفتم خونه مادرم، ولی هر وقت خورشید رو میدیدم داشت شعر میخوند. نمیدونم، اعتبارا با همین شعر و شاعری گولش زدم. آخرین باری که دیدیش کی بود؟ فکر کنم 2 سال پیش بود. خوبه، زودم میدیدیش. عجب غلطی کردین ننه ما زن بابا این یارو شد. هزار بار بهش گفتم یه کلام بابا این دختره بگو نه خلاص. گفت سایه بالا سر میخوان. یارو اومد تو زندگی اون، هنوز سایه‌اش بالا سرمون نشسته بود، افتاد مرد. تمام بدبختی این دخترش هم افتاد گردن ما. آمار خواهرتو تو دادی به عبدالله چنگک؟ من نه، یه خانم به اسم جاکتی این کارو کرد. اصلا خودش اومده از دم در خونه خورشیدو برداشته برده. آخه نوکرت مگه نق نمیزنم؟ الو دنیا سلام خواهری، حامد قیدیمه. تو میگه این کی جای جسد چی وایه؟ تحویل بیا. به کی؟ پزشک قانونی تهران. این نماینده دادستان بیامو کجا دنبال بانه که من به فک فامیل هستم. بهش بگو تحویلش دادم دیگه. خواه خداحافظ. شنیدی که؟ شنیدم. بیورو اوی خیلی خودتو گرفتی، فکر نکن ازت ترسیدم. اسم دادستان آوردی کتا آمدم، وگرنه از اصلت نمیترسم که الانم میخوای من به گروبان بگم اصلت داری بازداشتت کنه. تو خیلی شجاعی آفر. میدونم به ماشینش مینازه. بفرمایید. یا الله. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ یا الله سلام علیکم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خوبید شما؟ قربان شما. در خدمتیم یا الله. بفرمایید. اجازه هست؟ بفرمایید. حالتون چطور؟ خوبید؟ خسته نباشید. بفرمایید استاد. یا الله. بفرمایید. آخیش. خب خدا قوت. قربون شما برم. شما خوب ان شاء الله سلامتی. مزاحمتون شدیم، در خدمتیم. عرضم به حضورتون، البته شما که در جریانید، پرونده‌ای که به من ارجاع میشه مرتبط با مفاسد اقتصادیه، اما از اونجایی که این خانم مرحومه خورشید دهپاینی با متین سلطانخواه در ارتباط بوده، خواستم بیان یه توضیحی بدید ببینم چه خبره. خدمتتون عرض کنم که از نوزادی که حمل می‌کرده تست دی ان ای گرفتیم، داریم بررسی می‌کنیم به یه اطمینانی برسیم درباره رابطه‌اش با متین سلطانخواه. گزارشش آماده شه می‌فرستیم خدمتتون. برادر خورشید دهپاینی رو آوردیم، دستور بدین خدمت میرسه. اسمش چیه؟ ارسلان. سلام. سلام علیکم آقای قاضی. من به این آقا اینم گفتم از هیچ کی شکایت نیارم. دستتو بردار از رو میز. خواستم بیارنت اینجا که ببینم جسدو دیدی، هویتای خواهرتو تونستی شناسایی بکنی یا نه. بله آقا، اطمینان دارم خودش بود. جسد مال خورشید دهپاینی بود. هم ایشون هم مادرشون هویت جسدو تایید کردن. مادر ایشون میشه زن بابای خورشید دهپاینی. خب چرا شکایت نداری؟ برات مهم نیست؟ این خانم نه باباش با من یکی بوده نه مادرش. من پسر زن باباش بودم. هیچ محبتی هم بینمون نبوده. نه همدیگه رو می‌دیدیم، نه چشم دیدن همدیگه رو داشتیم. الان بعد از چی شکایت کنم؟ از هیچی؟ تو این وضعیت خودم از کار بیکار کنم چی نون منو میده؟ خب حالا خواهر تنیت نبوده درست، ناموست که بوده؟ همه آدمای این مملکت ناموسن، ولی نمیتونیم به خاطر کاری که خودشون کردن بریم شکایت کنیم.
شما الان به من بگو برم به خاطر شعر و شاعریش ازش شکایت کنم یا چه میدونم عشق عاشقیش. ببینم تو نگهبان برج نیمه کاره چنگکای حافظ منافعشونی. من حافظ منافع خودمم. آقای قاضی بی خیال ما شو بذار بریم دنبال زندگیمون. بهت گفتم مشکلی برات پیش نمیاد، چرا انقدر هوشیاری میکنی؟ برو پی کارت. برو دیگه، مگه نگفتی میخوای بریم؟ بفهم. خدافظ. خدافظ شما. مطمئنی فقط نگهبان برجه؟ آب زیر کاهه. بالاخره دست پرورده چنگکاست دیگه. آدم بدبختیه. کار رگ حیاتشه. مشکلش شکمشه. سلطان خانیست. گفتی نمونه دی ان ای گرفتین؟ بله. از متین سلطان خان باید بگیریم. یه اسلحه روی جسد پیدا شده که اثر انگشت محمد علی رضایی روشه. خب کجا سلامی آقای محمد علی رضایی؟ همه جا و هیچ جا. فضول دست و پاگیر. شما حمایتش میکنین؟ بالاخره از یه جایی داره حمایت میشه که اینجوری صاف صاف راحت داره میچرخه. همه اتهاماتش رد شد. شما اگه سند و مدرکی علیهش دارید بفرمایید، مدارکتون رو کنید، من همین الان بازداشتش میکنم. یه اصلی کنار جسد دختر پیدا شده که اثر انگشت محمد علی رضایی روشه. دختری که به متین سلطان خواه ربط داره. نتیجه این که من میگم حتما یه ربطی بین محمد علی رضایی و سلطان خواه هست. من میگم ویلکم برادر من، سند و مدرک علیه محمد علی رضایی رو کنید، احضاریش رو من همین الان ابلاغ میکنم. امری هست؟ نخی ارزی نیست. شما از دست ما دلخور شدین. به سلامت. با اجازه تو ببخشید. یار دست. خدا نیم ببخشید. ببخشید. یار دست. با اجازه تو خدا حافظ شما. سهراب جان. بیا. سهراب جان. جانه سرای قلمدانی اعتراف کرده یه اسلحه برای چنگک‌ها فرستاده، همون اسلحه‌ای که اثر انگشت محمد علی روش بوده. من سالها قاضی قتل بودم، از این شگرده زیاد دیدم. اینا ناشیگری کردن، اسلحه را انداختن کنار جسد. اسلحه تو پلاستیک بود، اصلا خونی نشده. پس خورشید دهپاینی با این اسلحه کشته نشده. همه این مواردی که گفتم هیچ ربطی به محمد علی نداره. حل این محمد است متین سلطان خواه. برای وکیلش احضاریه میفرستم، نگران نباشید. کجا تشریف داشتین الان؟ اختیار داریم، اومدیم آقا بهمن رو ببینیم، یه ساعت یه ریز داریم حرف میزنیم، نذاشتیم استراحت. نه خواهش میکنم. عوض عیادت انقدر حرف زدیم خسته شدیم همو. اختیار داری بسرم، چه حرفیه، کلی هم با هم کیف کردیم. چی بهتر از هم صحبت شدن با عیال و یکی یه دونه رفیق شهیدم. پس عمو دیگه بلند شو با کرمانکه رو بنده کنار دیگه، بریم شرکت شایعاتی و رفیقش رو بندازیم. شما عزیز منی. با اجازت. ان شاء الله خدا هم شما رو هم حمید جان رو برای هم حفظ کنه. ان شاء الله عروسیش. ان شاء الله خیلی ممنون. حمید جان یه چهار کلمه من با طرف مردونه دارم. چشم. پس ما بریم یه گپی با هم بزنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. اینجاش می‌بینم. تو چرا انقدر چاق شدی؟ ورزش مرزش نمی‌کنی مگه؟ نه باشگاه چون میرم چاق شدم. کدوم باشگاه است که تو رو چاق می‌کنه؟ حالا بگذاریم میگه. شنیدم که با دکتر متین سلطان خواه کار می‌کنی. این مملکت شهید سیاه داره. دیگه نشنوم بگی من بچه شهیدم. راه بابام، حفظ ناموس. از این غیرتی بازی ها و زرت و پورت های اضافه. چشم اولا. آره. چه اینجور جواب میگی؟ خب یه جورایی شکارم ازش همون. هستی باهاش یا نیستی؟ آره هستم. ولی... ولی رو ولش کن. میخوام یه کاری رو واسه یه رفیق قدیمی بود واسه عمود انجام بده. آقای حمید خان آیتی. همون. امر بفرما شما.
فکراتو بکن همین جان. اگر بودی پای کار بودی خبرش بهم بده، اگرم که نه فدای تارموت فدای تار سرت، اصلا مهم نیست، فقط من نفروشی مرد. پای کارم نمیفروشم تا. نه اینجوری نشد، برو قشنگ فکر کن تحلیل کن بعد بیم خبرش بده. چشمتی بله، برو مادر منتظرت. دارید مراقب خود باش. سلام. سلام. خیلی مقدم عرض میکنم خدمتتون. سیگار بده ببینم. بله. چقدر بی لیاقتی تو. قربان درست میفرمایید، ما لیاقت حضرت عالی رو نداریم. معلومه که ندارید، که من فرودگاه باید بیام برم دادگاه. عبدالوهابی میگه فرمالیت هست، با یه ترفند قانونی موضوع رو به نفع شما تموم میکنه. اقرب تو حرف رسن از دست تو از همه شاکی دارم. ارزه ندارید یک کار ساده رو انجام بدید. مردم وکیل دارن، ما هم وکیل داریم. یارو میبینی رفتن ازش شکایت کردن، وکیلش پاشده رفته شاکی رو گرفته ازش شکایت کرده انداختش زندان، بعد وکیل ما به ما میگه بیورو بخواه خواستی قرار خوشم برو میشه. الان آروم باشید حلش میکنیم. چه قرمیدی آمدید محمد علی رضایی باید کجا باشه؟ پشت میله‌های زندون، ولی نیست، داره ولول میچرخه مردی که. چرا؟ چون یه خری مثل تو نه اون اسلحه رو از توی پلاستیک در آورد نه باهاش شلیک کرد. قربان من اون شب بالا بودم، دخترم بر اثر ضربه ها مرد، دیگه نیازی به سلاح نبود که. مگه من گفتم با چکش بکشیدش؟ گفتم با همون اسلحه کف شنگش رو از تو جنازه آفاق در بیارن، اسلحه‌ای که اثر انگشت این مردی که روشه. ببینید قربان، خودتون شاهدید، پانی هم در جریانه. به روبا گفتن شاهدید که گفت دومم روم سیاه بنده رفت. بفرمایید، من اون شب فقط زیاده روی کرده بودم، همین. بلوری شانس بیاری من این وسط گیر نکنم، کلت و پارت میکنم. بلوری زن من باشید، منو احضار کردید اینجا، اونم تو این شرایط که من وسط یه مذاکره نفتی هم. برای کجا؟ برای همین مملکت. تو چه شرایطی؟ وقتی مردم دارن زیر بار بدبختی و قرض و قوله و گرونی پدرشون در میاد، یه چهار تا راه نفس هم میخوایم گیر بیاریم مردم درست سر زندگی کنن، شما نمیذارید؟ ما شما رو احضار کردیم ببینیم این بچه اصلا متعلق به شما هست یا نه. بله که هست، اون بچه متعلق به منه. بچه ها گذاشتن رفتن خارج از کشور دنبال درس و کار و زندگی، ما موندیم اینجا تک و تنها با یه زن افسرده. چیکار باید میکردیم؟ گفتیم این بچه بیاد یه جوری شادابتر شیم زیر این بار کار و بدبختی و گرفتاری که داریم، بتونیم زندگیمون رو تحمل کنیم. اشتباه کردیم؟ من نمیفهمم قوه قضاییه این بچه های امنیتی ما شرح وظایفشون چی عوض شده؟ ما اینا رو دیگه نمیفهمم واقعا. چرا گم شدنش گزارش نکردین؟ اولا من نبودم، ثانیاً اگر بودم هم این کار رو انجام نمیدادم، نمی اومدم جار بزنم زنم نیست. من به شما عرض کردم وسط یک مذاکره نفتی محرمانه بودم، واسه این مملکت داشتم میدویدم. من چی کار میکنم؟ شما دارید چی کار میکنید؟ چی می اومدم میگفتم؟ گفتم زنم نیست؟ وسط اون مذاکره که امکان هیچ گونه دسترسی به من نبوده، تونستن با بدبختی منو گیر بیارن، به من بگم. من گفتم من چه میدونم کجاست، رفته پیش نابرادریش، رفته پیش نامادریش، چه میدونم رفته شهرستان. عجیبه، شما زنتون گم شده، کشته شده با بچه‌تون، تا وقتی هم که ما بهتون اطلاع ندادیم خبر نداشتیم، بعد الان اومدین اینجا طلبکاری که چرا ما بهتون خبر دادیم؟ آقا من طلب قربانشون تازه از راه رسن و خسته از یک مذاکرات طولانی برای حفظ حقوق این مردم، مردمی که
میدونید زیر بار گرونی و تورم و تحریم و این چیزا استخوناشون خورد شده. شما و خانوادتون جز این مردم هستین، میدونید دارم جز اون کاسبای تحریم نباشید که مخالف مذاکرات باشید. بعد اگر قصوری صورت گرفته از جانب بنده است که وکیل این جوان مظلوم شدم که زندگیشو رها کرد و رفته دنبال کار مردم. به هر حال می‌خواستیم از حضورتون خواهش کنیم که اگر ممکنه رسیدگی به گزارش این قتل محرمانه صورت بگیره تا هم کیان خانواده این جوان و پدر محترمش محفوظ بمونه و همین که آبروی نظام حفظ بشه. آبروی نظام زمانی حفظ میشه که شارلاتانای اخراجی قوه قضاییه نتونن وکیل بشن. آقای محترم مرخصید بفرمایید، اگرم شکایتی دارید بفرمایید دادسرا. بلدین که ببخشید من نفهمیدم الان ما بدهکار شدیم به ایشون چی شد؟ آخه شما بدهکار نیستین، مردم همیشه به شما بدهکاران. آقا شما که طلبکارین، دائم هم دارین وصول میکنین، تمومی هم که نداره. بفرمایید. سید گلباشی، ادب مرد بهز دولت اوست، این رفتار مناسبی قاضی نیست. آقای متین سلطانخواه، هم من شما رو خوب میشناسم هم شما منو، پس برای من ادا در نیار. اگه احضارت کردم اینجا برای این بود که نمونه دی ان ای ازت بگیریم، با این اعترافی که کردی که بچه‌ت که دیگه اصلا حرفی باقی نمونه. در ضمن از من توقع نداشته باش که مثل وکیل باز اخفش باشم که شما حرف بزنی من سر تکون بدم. مرخصی آقا. بله؟ سلام خانم. شما؟ من یه دوست هستم، یه سوالی داشتم. شما از خانم خورشید دهبایدی خبر داری؟ خورشید؟ بله، خانم خورشید دهبایدی میشناسی؟ اشتباه گرفتی. هیچ کس نداره، مزاحم نشو و یعنی بد میبینی. من میدونم پیش تو بوده، از سلطان خواهم بچه دار شده بوده، شما میخواستین بچهشو بکشین. تو اینا رو از کجا میدونی؟ خودش به من گفت. خودش کجا بوده که بگه؟ اصلا خودش با بیرون ارتباط داشته که بگه؟ کی تو رو فرستاده؟ از اونجا زود فرار کن، فرار کن. مردک ما قراره فدایی سلطان باشی، بعد تو اجازه میدی اون زنی که بهت علیه سلطان پیشنهاد بده؟ عقلم اینجوری نبود،
من مدت ها میخواستمش، از رویش با من حرف زده. سر نزن، سر نزن بلوری. شنودی که سلطان علیهت شنیده غیر از اینه؟ وفاداری تو ثابت کن مگر نه؟ داری خوش شخصی میکنی؟ یادم میمونه سلطان میدونه من وفادار تر از تو. یادم میمونه غلطی نمیتونی بکنی. آیدی تو سلطان الان 10 دقیقه از مرتب داره باهاش تماس میگیره. تلفنتون همراهتون نبود، خودش آوردم. جوابشو ندیدی که؟ نه قربون. عقل بره. بهت گفتم تلفنات شنوده، اینترنتت کنترل میشه. گفتم پاتو شب بذاری میفرستم تا دست آفاق. اینا رو گفتم که حواستو جمع کنی. من اینقدر ببو گلابی نیستم که تو با کلفت ویلای من بخوای توطئه کنی. منم نفهمم توطئه؟ من غلط کنم قربان؟ جوابشو بده، بذار رو اسپیکر. چشم. الو بروری، من یکم حالم خوب نیست. من تهرانم. من خیلی میترسم، خیلی رو حفاظ فکر کردم. باید هر چیز زودتر ببینم. من 4-5 ساعت دیگه اونجا. باشه پس میبینم. آخرش هم خودشو نشوندن. قربان شما فرمودید امتحانش کنم، منم انجام دادم. پانی ترسیده، مرگ آفاق، ساعت، اطاعت هم کردم. اما قربان حرف آدم ترسیده رو خیلی نمیشه. دوستش داری یا دوستت داره؟ قربان جسارتن همه دخترها یه جورایی به بنده علاقه نشون میدن. اما ما چه خانمای احمقی؟ اونم حرف مفت میزنه، خیلی وقته که تحویلش نمیگیرم. جریان آفاق ترسوندش، بریده. ولی یه چیز برام عجیبه، اینکه چرا به تو اعتماد کرد تا به من خیانت کنه. اینو بعدم بهش رسیدگی میکنم. امرم به شما سلطان. به هر حال دوستش داری یا دوستش نداری برای من اهمیتی نداره. فردا صبح حذف شه، میندازیش ته دریا، دوتا سنگی بلوک سیمانی چیزی میبندی به پاش، نهشش بر نگرده لب ساحل. قربان تا صبح دیگه اما آخه نداره. این کارو گفتم انجام بدی، ولی هنوز برام عجیبه که چقدر سریع بهت اعتماد کرد. یعنی تو هم یه چیزیت میشه. من غلط کنم قربان؟ به هر حال دوست ندارم بلوک سیمانی رو ببندم به پای تو، تو رو بندازم ته دریا. بله قربان. برو. بهش گفتین؟ بله آقا. نفهمید که؟ نه آقا، تو اتاق بچه بودن. سورپرایز.
جریان چیه متین؟ یه وقتایی که ازت دور میشم تازه میفهمم چه جواهری هستی تو جواهر خانم. بیبره هم باشی. چی بکشم برات؟ خودم میکشم. دیگه نمیخندی؟ قبلا برات یه گل سر طلا میخریدم، قش میکردی از خنده. الان یه سرویس چند هزار دلاری بهت میدم، نگاهشم نمیکنی. دریغ از یه لبخند. سینچیم من میکنی؟ تو هم اگه 10 ماه بهت بیمحلی میکردن بعد اینجوری سورپرایز میشدی نمیخندیدی. غلط کنم بخوام سینجیمت کنم، فقط تعجب کردم، همین. تعجب کردن، نکردن، اهمیت دادن، ندادن. بریز بیرون این خوزعبلاتو، به دنیای جدید من خوش اومدی جواهر خانم. دنیای جدید؟ دنیای جدید چه شکلیه؟ سورپرایز یواشکی؟ میترسی حبیب خانم و مونی رو مینا بفهمن دیگه بینمون شکراب نیست؟ از امروز جنگ تعطیل. نه اوقات اونا تلخ بشه، نه روزگار تو خراب. میخوام زندگی کنی، همین. پارتی بدون مهمون. باشه، ول میکنم. تعجب، اهمیت، همه چی رو ول میکنم. مرسی بابت هدیه و سورپرایزت. جواهر، پسر میخوام. طلاق؟ خودت گفتی دیگه جنگ تعطیله. الان هم میگم جنگ تعطیل. میخوام تو برام بیاری، برام پسر بیاری. سلطان خواه، چجوری بهتون بگم که دست من نیست بچه دختر باشه یا پسر؟ یه جوری با من چپ افتادین سر گیسو، انگار من انتخاب کردم دختر باشه. متین، بیشتر دانشمندا میگن جنسیت بچه به پدر ربط داره نه به مادر. اکثر دانشمندا غلط کردن. متین سلطان خواه پسر میخواد. حالا حوصله وصلت مسلت هم نداره. انقدر برام بچه میاری که یکیش پسر بشه. جنگم تعطیل. ضمن تعطیلی یه قولی به هم میدی؟ یه قولی؟ سر حرفت بمونی. کدوم حرف؟ اونقدر واسط بچه بیارم که بالاخره یکیش پسر بشه. حال و حوصله هیچ زنی رو نداشته باشی غیر از من. حال و حوصله هیچ زنی رو ندارم غیر از تو. یا آرزو کن، یه چیزی بخوا. من تو رو دارم، گیسو رو دارم، یه چیزی نمیخوام. بخوا. میشه یه دفعه دیگه پیشگانی رو ببینم؟ چرا نمیشه؟ پیشگانی رو میبینی؟ اگه با جادو جنبلای پیشگانی سرک بکشی تو کارهای من، اون وقت اوقاتم رو تلخ میکنی، حالم بد میشه. مگه دفعه قبل که دیدمش تو کارت سرک کشیدم؟ نه. منو دعوت کردی بزم دو نفره. من اون روز فقط به تو توهین نکردم، به خودم هم توهین کردم. یادت نیست؟ من چجوری باید به تو بگم که تو رو دوست دارم؟ اصلا واسه همین دو نفره شیدم که اینو ازت بپرسم. چجوری بهت بگم دوستت دارم که تو باور کنی؟ اون روز من رو حرف رو زدم به خاطر اینکه فکر میکردم هر چی به تو میگم بیری میذاری کف دست سلطان. من تو رو از اول دوست داشتم. عاشق یه راننده خوشتیپ مهربونم. جرمه؟ ترسیدی؟ اگه ترسیدی به تق میدم. منم تو این دم و دستگاه خیلی موقع ترسیدم. قبول دارم،
من همیشه میزدم تو ذوقت، ولی این بار فکرامو کردم. داداش آفاق پیدام کرده. حالا جوابتو گرفتی؟ نه. پس من یه سوال ازت میپرسم، جوابتو بگیری. چی شد تو این مدت به چی فکر کردی که فهمیدی اینقدر عاشقمی؟ این که من به هیچکی اعتماد ندارم، من فقط به تو اعتماد دارم، یعنی دوستت دارم. میریز راست میگی، قبول دارم، جوابمو گرفتم. حالا چی میخوای؟ منو از اینجا ببر. نوکرتم به روی چشام میبرمت، بشین. ولی قبلش یه کارایی با هم داریم، باشه؟ دو جور میشه رفت، یا با هم بریم، یا اینکه اول توری جاگیر که شدی منم پشم بیام. یعنی تو میتونی پاسپورت من از سلطان خواه بگیری یا یه جوری برام بیاریش که اون نفهمه؟ بالاخره من تو این دم و دستگاه بودم، مثل آب خوردن برام. بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک، حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسک. سمیه هرزه قیچیه باق بون آخر دم پیچک ها میچینه، خود پیچک ها میدونه. آخر قصه همینه، عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده، بوی عیدی که می پیچه. لبای قنچه می خنده،